همگی چطورید؟ شیطان جنگ یورو داره همچنان به قدرت نمایی خودش ادامه میده و حتی فرصت نفس کشیدن رو به دنجی و پوچیتا نداده، طوری که باعث میشه قهرمان جهنم تابلو دستش بگیره و به صورت بامزه ای از دیگران درخواست کمک کنه. اما یورو کوتاه بیان نیست و قدرت بیشتری میخواد. از این رو وحشتناکترین قدرت جنگ و از کشور آمریکا فرا میخونه تا با صحنه زیبا و حماسی به پوچیتا نشون بده که کتن کیه. چپتر 177 با عنوان انگشت ماشه‌ای شروع میشه. در حالی که شیطان دهن با بالا آوردنش توسط پوچیتا به جهان برمیگرده، دهن پوچیتا هم برای دوباره خوردن شیطان ها نمایان میشه. اما یورو با دستکش شیطان تفنگش با گفتن کلمه بنگ به سمت شلیک میکنه. این حرکت درست مثل حرکت خواهرش ماکیما بود که با استفاده از قدرت شیطان تفنگ با شیطان قدرتمند تاریکی روبرو شد و پاور رو باهاش از وسط نصف کرد و به پوچیتا ضربه زد. از این رو دیدن دوباره این قدرت خاطرات خوبی رو به یاد دنجی و پوچیتا نمیاره. پوچیتا سعی میکنه که جلوی گلوله رو با دستش بگیره، ولی این گلوله ها اونقدر قدرتمندن که فشار ضربشون محکم به ساختمون میکوبدش. آساب دستاش که برگشتن نگاه میکنه و نمیدونه که چی بگه. یورو هم به دستاش نگاه میکنه و توضیح میده که شیطان تانک و تفنگ از جنگ ساخته شدن و به عنوان عضوی از خانوادهش نماد ترس و وحشت های جنگ هستن. آسا سکوت معناداری میکنه چون خودش هم تو این وضعیت گیج شده. برای همین ازش میپرسه که آیا کشتن چینسامن سیاه آرزوی دنجی رو برآورده خواهد کرد. یورو بدون نگاه کردن بهش میگه فمی چنین چیزی رو گفته. ای بابا بچه‌ها، فمی دوباره خواسته این دوتا رو گول بزنه. همه میدونیم که دنجی سه چیز تو زندگیش میخواد. یکیش دختره، دومیش خانواده است و سومیش خونه و شکم سیره. کشتن پوچیتا باعث مرگش میشه چون پوچیتا جای قلبش رو گرفته. حتی یورو هم میدونه که این کار دنجی رو به هیچ کدوم از آرزوهاش نمیرسونه. آسا هم خودش میدونه که همه اینها دروغه، اما چاره دیگه ای رو به غیر از همراهی با یورو نمیبینه. از یه طرفی اگه بخواد جلوی یورو رو بگیره، باعث جنگ داخلی روی کنترل بدنش میشه و عهدش با یورو زیر سوال میره. و از طرفی دیگه مثل همیشه این آسا خانم میخواد خوبی ها رو تو دیگران ببینه و به فهمی که یکی از قدرتمندترین شیطان های جهان و یکی از چهار اسب سوار آخر زمانه اعتماد کنه، که احتمالاً این اعتماد آخر عاقبت خوبی نخواهد داشت. چون این فهمی که داشت دلوپی سوشی میخورد، خودش تو این جنگ شرکت نکرد و فقط داره دیگران رو کنترل میکنه. انگار همه خواهرای خاصیت کنترل توی وجودشون هست و با برگشتن دهنم حتما داره دوباره غذا میخوره. حالا آسا از یورو سوال به شدت احساسی میپرسه که آیا با تبدیل کردن دوستاش و شیطانهایی که از جنگ ساخته شدن به اسلحه مشکلی نداره؟ یورو با کمی مکس برمیگرده و میگه مگه بچه‌ها دارایی پدر مادرشون نیستن؟ یعنی پدر و مادر میتونن هر کاری که دلشون میخواد باهاشون بکنن. خب این حرف واقعا نیاز به بحث داره که آیا یورو واقعا به عنوان شیطان چنین اعتقادی داره یا نه. ولی قبلش بگم که فوجیموتو واقعا دخترای داستانشو دوست داره و به یورو و آسا ارتقای بزرگی در آرت و آناتومیشون داده. من قبلا هم گفتم، بازم میگم، واقعا فوجیموتو 100% قدرتشو تو کشیدن دخترا میذاره تا خوشگلترشون کنه. از ماکیما و پاور و رزو و هیمنو گرفته تا آسا و یورو و کوانشی. خلاصه اول اینو دوباره بگم که یورو مادر واقعی شیطان تفنگ و تانک نیست، بلکه این موضوع شکل نمادین داره چون هر دو از جنگ ساخته شدن. یورو با اینکه شیطانه، ولی واقعا به حرفی که در مورد مالکیتش روی شیطان تفنگ و تانک زد اعتقادی نداره، به خاطر اینکه اگه واقعا براش زندگیشون مهم نبود، از همون اول میکشتشون و تبدیلشون به اسلحه میکرد. ولی این کارو تنها موقعی انجام داد که فقط لحظه‌ای با مرگ فاصله داشت. پس این حرفای ناجور یورو برای اینه که جلوی آسا خودشو ترسناک نشون بده و اون اوباعتش به عنوان شیطان جنگ هم نشه. شیطان جنگی که هیچ احساسی نداره و تنها به قدرتمند شدن فکر میکنه. اما ما از همون اول دیدیم که چقدر یورو دختر احساسی هستش و میخواد خانوادهشو از شکم پوچیتا بیرون بکشه. و همین جا هم وقتی پوچیتا از ساختمون بالا میره، دوباره به سمتش نشونه گیری میکنه و با صدایی به شدت احساساتی فریاد میزنه که چینسامن، منو یادت میاد؟ آیا دردی که بهت وارد کردم باعث ترس و لرزت شد؟ آیا شکمت برای خوردنم قارقور کرد؟ پوچیتا هیچ جوابی نمیده، که این باعث میشه که یورو عصبانی تر بشه و بگه مثل اینکه خیلی عصبانیت کردم، پس با هم بجنگ چینسامن. به نظر من این حرفای یورو شبیه اینه که
که میخواد توجه کسی که عاشقش رو جلب کنه و به شدت منو یاد حرف ماکیما به پوچیتا میندازه که چرا بعد از این همه آسیبی که بهش وارد کرد و 26 بار کشتش مثل شیطانهای دیگه نخوردش، آیا بدنش اونقدر براش بدمزه به نظر اومد؟ وضعیت پوچیتا با یورو هم درست همینه. یورو از پوچیتا میخواد که بهش اهمیت بده و به عنوان حریفی قدرتمند بهش احترام بذاره، چون موقعی که پوچیتا میتونست کامل بخورتش این کار رو نکرد و این موضوع بهش برخورد. به هر حال پوچیتا که دستشو از دست داده میدونه که تو این جنگ بازنده خواهد بود، از این رو سری غیبش میزنه. یورو با نشونه گیری انگشتش دوره ورشو نگاه میکنه ولی خبری از پوچیتا نیست، برای همین دوباره داد میزنه و ازش میخواد که خودشو نشون بده. پوچیتا خان درست مثل موقعی که تو ساندویچ فروشی کوبنی حاضر شد جلوی دختری که از مردم میخواد خون اهدا کنن تا آدمهایی که تو جنگ آسیب دیدن نجات پیدا کنن ظاهر میشه. این دختر همونطوری که پیشبینی میشد با دیدن پوچیتا فرار میکنه و پوچیتا به صورت کمدی تابلوی اهدای خون رو برمیداره و با زبون بیزبون از مردم میخواد که بهش خون بدن تا دستاشو ترمیم کنه. بیچاره هنوز که هنوزه نمیتونه حرف بزنه، فکر کنم که به زبان ژاپنی میخواد بگه خون که میشه چیشیو، ولی به زور میگه که وگیو وگیو، مثل موقعی که به همبرگر میگفت ومبرگر. خب بچه ها، پوچیتا به عنوان شیطان به راحتی میتونست دختره رو بخوره و دستشو ترمیم کنه، ولی این کار رو نکرد. همونطوری که احساسات آساب داخل یورو رفته و باعث شده که عاشق دنجی بشه، پوچیتا هم با زندگی کردن با دنجی فرق کار خوب و بد و فهمید و نمیخواد جون یه آدم بیگناه رو بگیره. همون ضرب‌المثل کمان همنشین درش اثر کرده هستش. الان بهترین فرصتی که فوجیموتو پاور رو برگردونه. چه موقعی بهتر از این موقع که شیطان خون دوباره به داستان برگرد و به پوچیتا خون برسونه، درست مثل موقعی که به دنجی خون داد تا زنده بمونه. ولی خب خواسته ما در حد همون کپیومه. از اینجا فوجیموتو ما رو به سرزمین تفنگا، ایالت تگزاس آمریکا میبره که هممون میدونیم که کاوبوی ها و تفنگ بازی ها از همین ایالته. تقریبا 400 هزار نفر از 3.5 میلیون نفر اعضای انجمن دارندگان تفنگ پیستول در آمریکا هر دو انگشت اشاره خودشون رو از دست میدن. درسته این آدم ها فقط به خاطر عضو بودن تو این انجمن و داشتن تفنگ پیستول، انگشتایی که ماشه تفنگ رو برای شلیک حرکت میداد و از دست دادن، و کسی که باعث و بانیشه کسی نیست جز شیطان جنگ یورو خانوم خودمون که در کنار مجسمه آزادی آمریکا به آسمون نشونه گیری میکنه. میگید سینا چه اتفاقی داره میفته؟ خب مجسمه آزادی همونطور که از اسمش مشخصه نماد آزادی آمریکاه و یکی از دلایلی که بعضی از آمریکایی‌ها تفنگ دارن هم همینه، چون به عقیدشون نشانه آزادی شونه. به احتمال زیاد تمام کسایی که عضو انجمن پیستول شدن قراردادی رو با شیطان تفنگ یا شیطان پیستول امضا کردن، و اینجا که یورو انگشتشو طوری میکنه که انگار داره ماشه تفنگ رو میکشه، مجسمه آزادی نیویورک به خاطرش ترک میخوره. امکان داره که قسمتی از شیطان تفنگ داخل این مجسمه باشه و انگشتا به کامل شدنش کمک کنن، چون یورو فقط 20% از قدرتشو داره، یا اینکه شیطان دیگه ای مثل شیطان آمریکا ازش بیرون بیاد. چیزی که مشخصه اینه که یورو داره حداکثر قدرت شیطان تفنگ یا شیطان پیستول رو فرا میخونه تا یه جوری به پوچیتا ضربه بزنه، مثلا به آسمون شلیک کنه و گلوله ها مثل بارون رو زمین بریزن. شما چی فکر میکنید؟ حتما توی کامنت ها بگید. و فوجیموتو به شدت دستبختش خوشمزه شد و ادامه داستان اصلا قابل پیش بینی نیست، و از همه بهتر هفته بعد هم بدون هیچ وقفه ای چپتر جدید خواهیم داشت. روی ویدیویی که روی صفحه میبینید کلیک کنید و ببینیدش. و دوستتون دارم و شما رو توی ویدیو بعدی خواهم دید. آینو گنگ بدرود.